طبق رسم همه ساله در آستانه ماه مبارک رمضان، مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در جمع مبلغین در محل بیت معظم الله در شهر مقدس قم به بیان نقطه نظرات راهبردی خود پرداختند. سخنرانی آیت الله العظمی شیرازی به صورت زنده از شبکه‌های مجموعه رسانی امام حسین علیه السلام و دیگر شبکه‌های مستقل شیعی پخش شد. به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی همچون سنوات گذشته در آستانه ماه عظیم رمضان در جمع فضلا و روحانیون و مبلغین حوزه علمیه قم به بیان نقطه نظرات راهبردی پرداختند. ایشان در ابتدا مبلغین را توصیه کردند در منابر و سخنرانی‌های خود در ماه مبارک رمضان به دو نکته تأکید ورزند. اول ترویج نفس، دوم ترویج اسلام حقیقی. معظم الله به تبیین ترویج نفس پرداخته و آن را سرکوب نفس سرکش ترجمه و توضیح دادند. نفس اماره بسیار قدرتمند است و باید به وسیله ترویج آن را کنترل کرد. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه به روایت معروفی در کتاب کافی شریف از امام صادق علیه السلام در اهمیت ورع و تقوا اشاره کرده و افزودند این امر شدنی است و شایسته است مؤمنان در ماه رمضان پیش رو به کسب این فضیلت بپردازند و در این مسیر رشد نمایند. ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است تا انسان در جهت تعالی نفس تلاش کند و به مراتب ورع خود بیفزاید. باید سعی کنیم طبق روایت حضرت امام صادق علیه السلام با ورع ترین فرد در شهر خود باشیم. این امر بسیار سخت اما ممکن است. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه به تبیین تبلیغ اسلام حقیقی پرداخته و فرمودند دومین مطلب واجب در ماه عظیم رمضان پرداختن به مسئله تبلیغ است که مورد تأکید قرآن و معصومین علیهم السلام می باشد. این تبلیغ باید به حد بلاغ مبین باشد، یعنی کسی در برابر خدای متعال ادعا نکند مطالب دین به او نرسیده است. خدای متعال امروز بیش از هر زمان دیگری مورد اتهام قرار دارد و به جلالت خدای تعالی اهانت می شود. آیا نباید این اهانت ها پاسخ داده شود؟ این کار واجب کفایی است و در زمان حاضر به دلیل عدم منفی الکفایه به واجب عینی مبدل شده است. این مطلب در مورد قرآن و رسول خدا و امیر مؤمنان و امام زمان و سایر معصومین علیهم السلام صادق است. معظم الله ادامه دادند عمده اهانت‌های امروزی به دین و رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام ریشه در افعال امثال بنی امیه و در رأس آنان معاویه و امثال بنی عباس دارد. در زمان معاویه و سایر بنی امیه و بنی عباس مردم گروه گروه از اسلام خارج می‌شدند. آنان به زور سایرین را به اسلام مجبور می کردند و آن را فتوحات اسلامی می دامیدند. این کار مخالف سیره رسول خدا و امیر مؤمنان علیهم السلام است. در ماه رمضان پیش رو باید به تبیین این مطالب برای جهان پرداخت. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه به بیان نمونه هایی از تحمل و مدارای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علی علیه السلام با توهین کنندگان پرداختند و این سیره ایشان را دلیل ورود دست دسته کفار به اسلام دانستند. در مقابل سیره خلفای اموی و عباسی که به صرف مخالفت عده‌ای با آنها ایشان را به بی‌رحمانه ترین شکل می‌کشتند. در واقع در منطق بنی امیه و بنی عباس برخلاف اسلام حقیقی پاسخ اعتراض زندان است و کشتار و این باور غلط باید اصلاح شود. سعید بهاری، اخبار شیعه. حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری با ما هستند. سلام، وقت بخیر. سلام علیکم عزیزم، موفق باشید انشاءالله. دلیل تأکید فراوان آیت الله العظمی شیرازی بر ورع و تقوا چیست؟ ببینید، جامعه نیاز داره به افرادی
که این افراد در عین اینکه کار میکنن و تلاش میکنن راستگو هم باشن. ایشون در صحبتاشون، در سخنان گوهربارشون بسیار الگوگیری از پیغمبر اکرم رو ملاک میدونن. یعنی اگر اینکه یک مبلغ، چون خطاب ایشون به مبلغین و روحانیون، دانشگاهیان، طبقات مختلف روشن فکر نیست که در جلسه حضور دارن، ایشون بناشون بر این است که اگر افرادی که میخواهند به نام اسلام تلاش بکنن و مردم رو هدایت بکنن باید راستگو هم باشن. و لذا ایشون مثال روی بنی امیه و بنی عباس آوردن که اونها در وقت نماز، فرض بکنید نماز عید، معاویه سخنرانی که میکرد این محاسنش، ریش او، محاسن او پر از عشق میشد، اما در مقابل هم آدم کشی میکرد، زندان میکرد. پس راستگو نبود. و لذا ایشون اصرار داره که باید افرادی که برای اسلام میخوان تلاش بکنن باید ورع داشته باشن، یعنی خدا ترس باشن، خدا را باور داشته باشن. اگر باور نداشته باشن همون کاریست که بنی امیه و بنی عباس انجام دادن. حضرت آیت الله العظمی شیرازی بر تبلیغ اسلام حقیقی در آستانه ماه مبارک رمضان تاکید ورزیدند. تعریف جامعه ما از اسلام حقیقی چیست و چگونه می توان مرز آن را با نظام های مدعی اسلام تشخیص داد؟ من تصور می کنم ایشون از یک قاعده عربی که فارسی هم در همون قاعده مثال داره، قاعده عربی اینه که ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، به فارسی هم میگن به در میگم دیوار تو گوش کن. به نظرم میاد که آقا در این فرمایشاتشون هدفشون، هدف بلندترشون، هدف اسما به قول لغت عربی حکومت‌های اسلام است. چون حکومت‌های اسلام هستن، حکومت‌هایی که به نام اسلام هستن، اینها هستن که صدای اسلام را میتونن برسونن. من یه مثال براتون خیلی مختصر بزنم. در این جریان سوزاندن قرآن کریم ما دو تا کشور داشتیم که با این جریان روبرو بودن. یکی ترکیه بود که با سر و صدا خواست، با راهپیمایی و سر و صدا و کمک کشورهای دیگه، فرض بکنید با سر و صدا میخواست مانع بشه. یکی هم کشور غاصب اسرائیل که اونها بدون سر و صدا فقط سفیرشون رفت با مسئولین این کشور نشست و منع کرد از این که تورات رو بسوزونن. دو تا کاره، دو تا حکومت. یه حکومت با جنجال نتونست کاری بکنه و بالاخره قرآن کریم رو سوزوندن و اون کشور دیگه با وجود باطل بودنش توانست در مدت کوتاه، در زحمت خیلی کم، مطلبش رو به کرسی بشونه و مانع بشه از این که تورات سوزونده بشه. پس بنابراین این کشورهای اسلامی هستند که مورد خطابن در این جریان. البته مبلغ به عنوان یک مسلمانی که مسئولیت را بر عهده داره، او هم میتوانه با فشار آوردن به حکومت‌های اسلامی، به اصطلاح اسلامی، با فشار آوردن به جوامع جهانی از طریق سازمان ملل و غیره، با فشار آوردن به اینها یا از طریق دیپلماسی و ارتباط با اینها مانع بشه از اون چرا که باعث آبروریزی اسلام باشه. اگر حکومت ورع داشته باشه، حکومت خدا ترس باشه، حکومت ظالم نباشه، حرفش هم اثر داره. هنگامی که حکومت راست نمیگه در نتیجه حرفش هم اثر نداره. کشورهای غربی امروز خیلی راحت میتونن بفهمن که منی که این شعار رو میدم، منی که این حرف رو میزنم، آیا من راست میگم، قدرتی دارم، مردم با منن، یا نه من راست نمیگم، مجرد این که میخوام یک شعارهایی بدم و یه حرفای گندهی بزنم. گمان میکنم خطاب ایاک اعنیه، یعنی قبح ظلم. ما الان میشنویم که مثلا فرض بکنید اگر مردم گناه بکنن، این گناه سبب میشه خیرات آسمان کم بشه، اما نمیشنویم که اگر حکومت ها ظلم بکنن هم میشه مانع خیرات آسمان. یعنی قبح ظلم مردم برای مردم روشن شده، اما قبح ظلم حاکم آیا مردم اون رو باور دارن؟
خود حکومت ها باور دارن که ظلمی که میکنن میتونه مانع خیرات آسمان باشه و میتونه خیلی از مشکلات را برای مردم به وجود بیاره، خیال میکنم اینجا این مسئله ایاک اعنی مطرحه. ممنونم از شما. حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری با ما همراه بودند.